زندگی درگذر است، آدمی رهگذر است. زندگی یک سفر است، آدمی همسفر است. آنچه میماند از او راه و رسم سفر است. رهگذر میگذرد، شاد باش و مهربان. سلام، عصر روز یک شنبه‌تون سرشار از شادی. خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه با برنامه رنگ زندگی مهمون خونه های شما هستیم. جا داره بابت تمامی انتقادات و پیشنهادات خوبتون ازتون تشکر کنم. مرسی از اینکه ما رو همراهی میکنید. پس مثل همیشه همراه برنامه خودتون باشید. ماندگارترین احساس در بدن انسانه. محققان به این نتیجه رسیدن احساسات 19 گانه طول عمر مشخصی دارن که در میون اونها غم ماندگارترین حسه. محققان بلژیکی هم تحقیقی بر روی 233 دانش آموز دبیرستانی انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که غم با 120 درصد ماندگارترین احساس در بدن انسانه، در حالی که احساس شادی تنها 36 درصد طول عمر داره. بر اساس این تحقیقات غم با 120 درصد، نفرت با 60 درصد، شادی با 36 درصد، امید و استراب با 24 درصد، احساس حسادت 15 درصد، احساس آرامش 8 درصد و احساس اشتیاق تنها 6 درصد طول عمر داره. پس غم رو به دلمون راه ندیم که بیرون کردنش خیلی سخته و سبب بسیاری از بیماری هاست. از عواطف انسانی که بر ارگان‌های بدن تأثیر می‌ذاره و می‌تونه اونها رو ضعیف کنه به 6 مورد می‌تونیم اشاره کنیم. اولین اونها عصبانیته که بر کبد تأثیر می‌ذاره. دومی ترسه که کلیه رو ضعیف می‌کنه، احساس نگرانی معده رو ضعیف می‌کنه، حسادت ششها رو تضعیف می‌کنه و استرس بر قلب و مغز تأثیر می‌ذاره. آخرین مورد غم و غصه است که تمام بیماری هایی که گفتیم شامل میشه. پس یادمون باشه الان که داریم نفس میکشیم یک نفر داره نفس های آخرش رو میکشه و یاد بگیریم چطور با داشته هامون زندگی کنیم و از اونها لذت ببریم. همیشه یادمون باشه لبخند بزرگترین اسلحه مبارزه با مشکلات زندگیه. امیدوارم همیشه مسلح باشید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. در این بخش مثل هفته پیش میخواییم چند تا اپلیکیشن گوشی بهتون معرفی کنیم. اولین اپ Private Photo Wallet، یک برنامه برای مخفی کردن تصاویر. یکی از ویژگی های این برنامه سادگی و بدور از هر گونه پیچیدگی. این برنامه شامل دو نسخه رایگان و پرو باشه. برنامه دوم وکالیست هست. این برنامه دابسمش نسخه فارسی شده است. دابسمش رو با ایده نابش همگی ما میشناسیم. البته خیلی از اون ماها با اون سرگرم شدیم و حتی با اون معروف شدیم و خیلی هم خندیدیم. اگه دوست داریم جای خواننده مورد علاقمون باشیم یا اینکه کلیپی دیدیم که فکر میکنیم با بازی ما جذابتره، این برنامه به ما کمک میکنه. آخرین برنامه والپیپره، از گروه iOS البته. این برنامه به ما کمک میکنه که تصویر پیش زمینه رو به سادگی عوض کنیم. تنها کافیه تصویری که دوست داریم رو ذخیره کنیم و از اون استفاده کنیم. این برنامه کاملا رایگانه. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. در این بخش میخوام به مراقبت‌های پوستی اشاره کنیم. شاید تا الان به مراقبت از پوستتون توجه نکردید. الان وقتشه که دست به کار شید، چرا که پیری پوست از حوالی 20 تا 30 سالگی شروع میشه. دقیقا زمانی که شما هیچ آثاری روی پوستتون نمیبینید. استفاده از لوازم بهداشتی و آرایشی شاید اثر بخشی چندانی نداشته باشه، چون این تغییرات بر اساس ژن، عادت‌های غذایی و آفتابه. استفاده از ضد آفتاب قدم بعدیه. خیلی از ما فکر میکنیم استفاده از ضد آفتاب فقط مختص بیرون از منزله، ولی باید بهتون بگم که اشعه خورشید از پنجره و هوای ابری هم عبور میکنه. پس استفاده از یک ضد آفتاب با SPF حداقل 30 لازمه. استفاده از مرطوب کننده ها قدم بعدیه. مرطوب کننده ها میتونن به پوست ظاهر خوبی بدن. همچنین استفاده از امواج رادیویی و لیزرهای جوانسازی با تکنیک های جدید میتونه به ظاهر پوست شما کمک کنه. ولی یادتون باشه حتما از متخصص این کار مشورت بگیرید. و اگه دوست دارید پوست شفافی داشته باشید و پوست شما چرب، دو بار در هفته اون رو لایه‌برداری کنید. ولی اگر پوست شما خشک و حساسه، حتما با پزشک متخصص در این زمینه مشورت کنید. یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه می‌بینیم و برمیگردیم.
در این بخش می‌خوایم چند تا اپلیکیشن برای گوشی اندروید به شما معرفی کنیم. اگر از جمله کاربرانی هستید که به کار صداسازی و میکس علاقه دارین، برنامه ایزی بند استودیو به شما کمک می‌کنه که یک استودیوی خوب درون گوشی اندرویدتون داشته باشید. این برنامه به شما کمک می‌کنه تا ابزارهای لازم برای بیت سازی و میکس صدا رو در اختیار داشته باشید. برنامه بعدی جولاکس اوسترا وایس چنجره. این برنامه به شما کمک میکنه که بتونید صداتون رو تغییر بدید. شاید بعضی وقتا دوست داشته باشید صدای خودتون رو تغییر بدید. این برنامه به راحتی به شما کمک میکنه تا صدای خودتون رو به شکل ربات، زن و مرد تغییر بدید. این برنامه شامل 50 افکت متفاوته. اما آخرین اپلیکیشن از گروه اندروید والپیپر اوتوست هست. تصویر پیش زمینه اولین چیزیه که با روشن کردن گوشی دیده میشه. برای همین از اهمیت بالایی برخورداره. اگه شما از اون دست کاربرانی هستین که دوست دارید دائما تصویر پیش زمینه رو عوض کنید، این برنامه به شما کمک میکنه که در ساعت‌های متفاوت تصویر پیش زمینه متفاوت داشته باشید. با هم دیگه میریم یه بخش کوتاهی رو میبینیم و برمیگردیم. پایان این قسمت از برنامه رنگ زندگی رسیدیم. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. همراهی شما دلگرمی بود برای من و همکارانم در پشت صحنه. همچنان ما منتظر نظرات و پیشنهادات شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه جهانی دریملند هستیم. تا فرصتی سلام دوباره، هر کجای دنیا که هستید شاد باشید و عاشق، و همچنین تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.